خب در نهایت محاسبه NDVI خب قطعا دیگه براتون خیلی ساده خواهد بود. ما فرمول NDVI رو میتونیم داشته باشیم اینجا. من پیست میکنم این قسمت. خب میرم تو محیط برنامه ArcGIS، باند 3 منهای باند 1 باند 2 عوض میخوام بخش برای مجموعشون. خب از درای سیزن شروع میکنم. باند 3 منهای باند 2، خب داخل پرانتز میذارم اینا رو، بخش برای پرانتز باز مجموعشون. چک میکنم که باند رو درست انتخاب کرده باشم. خب 3 منهای باند 2. اوکی، خب NDVI dry season به همین ترتیب MFL رو پرانتز باز MFL منهای MFL 2 بخش بره مجموعشون. پرانتز بسته. من 3 2 3 2. اوکی، به همین ترتیب NDVI MFL و برای فصل سیلابی پرانتز باز FL3 منهای FL2 بخش بره پرانتز باز FL3 برای FL2 پرانتز بسته. 3 2 3 2 منها جمع. خب موازی فرمایید که این هم محاسبه شد. خب میتونیم بیایم نحوه نمایشمون رو عوض کنیم. کلاسیفای دو کلاس، خب منفی 27 صد، همون گراف شما لازم میفرمایید. اوکی، اپلای، آب و لند به همین ترتیب. کلاسیفای یس. دو بیست و هفت صدم. اوکی، اپلای، آبی برای لندم به همین صورت. و در نهایت برای فصل سیلابیمون خب میتونیم مقایسه کنیم اینجا، ببینیم آیا واقعا NDVI روش مناسبی هست برای کارمون. خب من میتونم بیام NDVI dry season با خود کلاس رو در نظر بگیرم با همون افکت سویپ کنم
NDVI درایو با لایه زیری که فعاله قطعا روش چون متفاوته توقع تغییرات رو داشته باشیم. خب خاموش میکنم MFL رو، من چک میکنم، ببینیم که NDVI در واقع حالا این کدوم صحیح تره با پیمایش، با تجربه رفتن به فیلد، در واقع داشتن دیتاهای زمینی در واقع با عنوان نقاط کنترلمون، این قابل بررسی هستش. اوکی.